در آخرین شب سال 2018 مردم بسیاری از کشورهای جهان در میادین اصلی یا در کنار نمادهای شهر خودشون جمع شدند و در تحویل سال نو میلادی به شادی و پایکوبی پرداختند. در دبی برج خلیفه، بزرگترین برج جهان، با نور پرداز تزیین شده بود و لحظه سال نو نیز آتش‌بازی بزرگی از دو طرف این برج انجام شد. در استرالیا هارپر سیدنی یا بندرگاه شهر سیدنی که یکی از نمادهای این شهر است، در شب سال نو غرق در نور شد و بیش از 1 میلیون نفر از مردم سیدنی و گردشگران آغاز سال نو را در این بندرگاه جشن گرفتند. در لندن نیز ساعت بیگ بنگ پس از 1 سال تعمیرات دوباره به کار افتاد و شمارش معکوس آغاز سال نو میلادی با نواخت آن انجام گرفت. اما جشن آغاز سال نو در پاریس امسال اهمیت ویژه‌ای داشت. این شهر و خیابان شانزلیزه آن در هفته‌های اخیر شاهد تظاهرات اعتراضی جلیق زرد ها بود. با وجود اینکه پاریس در شب سال نو چهره امنیتی داشت، اما تعداد بسیار زیادی از مردم و گردشگران برای آتش‌بازی در میدان شاردوگل، اطفال و طاق نصرت در این خیابان جمع شدند.